با نام خدا و بارز سلام شما بیننده هر ساعت خبر از یک استید. انفجار در فرماندهی پلیس ولایت کابل یک کشته و شش زخمی بر جا گذاشته است. این انفجار نزدیک ساعت 9 صبح در طبقه سوم در دفتر کار جنرال ظاهر ظاهر فرمانده پلیس کابل رخ داده، اما با وی آسیب نرسیده است. جنرال ظاهر میگوید که مدیر عمومی دفتر فرماندهی پلیس در این رویداد کشته شده و شش تن از نیروهای امنیتی زخم برداشتند. با گفته جنرال ظاهر هنوز مشخص نیست که این انفجار ناشی از عمله انتحاری بوده و یا مورد انفجاری از قبل جاسازی شده است. آمده بودم به خاطر از اینکه ما یک دوسیه داشتیم اینجا. به خاطر این دوسیه آمده بودم، ما از این پیش تعمیر میگذاشتم که یک دفعه خاکا سر ما ریخت. ما نفهمیدیم که راکت بود یا چیز. کلگی میگه که راکت است. برگشت که پس آمدم یک دانه زخمی عسکر کشیدن، دیگه ندیدیم چی گپ شده. تلفات زیاد بر جای گذاشت. خساره خو تخریب داشت، دیوال زیاد تخریب داشت. من تا داخل نمیفهمم که چقدر زخمی داشت. یک زخمی رو به چشم خود دیدم که یک عسکر بود. مجموعاً و کسان و ندیدی جمله نه یه افسر دی پولیس شهید سوی با او نور پچان که دی و کسان مجموعی نه دو کسان ملکی با او پینزه کسان نظامیان با ما نه کفر هستیم، نه یهود هستیم، نه نصارا، هیچ چیز نیستیم. یک غریب بیچاره هستیم، میم دویجه کار میکنیم، زامت میکشیم، یک لغمانان به اولاد خود میبریم. مگم یک اسلام باشه به این رقم کار نمیکنه. مطلق یا یهود هستن، کافر هستن، نصارا هستن. از اثر انفجار یک موشک در ننگرهار یک هراس افغان کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. این موشک شب گذشته در مربوطات و ولسوالی هسکمینه این ولایت رخ داده است. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار میگوید این موشک هنگام منفجر شد که هراس افغانان قصد عیارسازی آن را داشتند. رئیس جمهور غنی مواد مخدر را مشکل برای افغانستان نه بلکه مشکل منطقه‌ای و جهانی دانسته و خواستار مبارزه مشترک با این پدیده شده است. آقای غنی که شام دیروز با یوری فیدوتوف معاون دبیر کل سازمان ملل دیدار کرد، مواد مخدر را سرطان در جامعه افغانستان و لکه سیاهی بر دامن این کشور دانسته است. رئیس جمهور غنی تاکید کرده که برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان یک راهبرد جهانی نیاز است که بر ضد کشت، تولید و قاچاق آن روی دست گرفته شود. و مقام ها در ایالات بلوچستان در شمال غرب پاکستان گفتند که گروه داعش در حال تشویق کردن اعضای طالبان و دیگر گروه های جنگجوی این کشور برای پیوستن به این گروه است. خبرگزاری ترکی به نقل از مقام های این ایالت نگاشته است که گروه داعش تا اکنون توانسته 10 تا 12 هزار جنگجو از قبایل هانجو و کورام را به عضویت خود درآورد. در این گزارش تاکید شده است که ایالات خیبر پختونخوا و بلوچستان و پاکستان باید برای حملات احتمالی داعش به مرز این کشور با افغانستان آماده باشند. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاس. خدا نگهدار.